این برنامه با اسپانسر و حمایت مالی سیریل فون اکسسوریز اند ریپیر برای شما تقدیم می‌گردد. کاسه چقر دل هوای کوچه های خانه یا شفاخانه؟ شفاخانه. اوه اینا برادر خوردم هستن برادر گلغندی در فامیل راست شو بگویم برام فامیل دکتران مشهور هستیم خانم پارچی هستند و اول ما در کجا ماندیم بچه ها کس دایمی نوجوانی و یا کمک به تفاوت میشن گاو نشد بعد از او بخیر تصمیم دارم شفاخانه خدا وا کنم بازمار در رسپشند میگیرین یا نیم یک کار قیمتی ترین دکتر در امریکا کدام دکتر است که بیسه بیسه بلند میگیرن گبا جمع گب یعنی صنف دوم جیم است که این اول اول کم بلدنگش بخرم بلدنگ همین موسیقی از زاردی ما و شما دوستان یه اون مزاداری هست های های بسم الله الرحمن الرحیم سلام هموطنان عزیز و برنامه گپ جمع گپ بسیار خوش آمدین خانه خودتان و جایی که گپای دل خودم و شما میگیم برنامه را امروز متفاوت آغاز میکنیم دوستان یک بخش جدید را ما داریم به نام رمز که در این رمز ما یک بازی را انجام میتیم که این بازی را شما بعضاً در برنامه های آینده گپ جمع گپ خواب دیدین پس این چوکی ها خالیست این همکارهای ما به دو تیم چی شده؟ تبدیل شده؟ دو تیمه که در مقابل یکی دیگه رقابت میکنن و ببینیم که در آخر کدام تیم برنده میشه دو رقابت کننده که در این طرف میز است ازشان میخواییم بفتخار ملی افغان و عبید محمدی بفرمایید تشکر رفیق جان سلام به خودت و تمام هموطنان عزیز ما که از طریق برنامه گپ جمع گپ ما را میبینیم لطف کردین سلام عبید جان خودتان خوش آمدی سلام رفیق جان به خودت ملی جان به خودت به همه بیننده عزیز زنده باشین آماده هستین یک رقابت بسیار تنگاتنگ دارین ما آماده هستیم بله بله تیم دوم ما دوستا کیوکی است فواد فرمانپور و دیانای بشرمل کف بزنین باشین بله و تیم دوم رسید فواد فرمانپور و دیانای بشرمل به برنامه خوش آمدید خوب هستین انشاءالله خوب هستین سلام تبدیل که باز نهیم که سلام ندادیم یک سلام خاص به همه وطندارهای عزیز ما که ما را از طریق برنامه گپ جمع گپ میبینند انشاءالله که خوب صحتمند باشین فواد جان سلام به همکارای عزیزم سلام به هموطنان گرامی خب گیم دوستا شکل است که بر شما یک رمز داده میشه به دو طرف و سر تیمتان هم یکیش ملی است یکیش هم دیانا شما میبینین بله. کلمه را که خواندین هم تیمتان برش در یک لغت میگین که وا پیدا کنه که همو رمز چی است و رمز شما میفهمین و بیننده میفهمه به جز از یک نفر که هم تیمتان است باز ببینیم که کی میتونه اما به هر دو طرف ما یک رمز میتیم اینا یک رمز اول میتیم برای ایشه برای دیانا برای میلیا جان و ایشم برای دیانا جان خب نوبت هم میتیم به طرف راست که میلی است ببین درست افی جان ما خیلی ببینم رمز است عبید جان تلویزیون بیننده تلویزیون آه بشه سیارزو جواب ده پیدا کرد بیننده بگه تلویزیون خب اول بسیار زود فهمیدن سره ای پاسوردا یا رمزای دوم است ببینیم که کدام تیم برنده است حالا فعلا این طرف تیم 5 نمره داره بگیریم هر کس که 3 رمز جواب داد برنده است اول
آف آف شما ببینین مگر انتیمیتان باید نبینه و لغت را ببینید با ما یک لغت بتانین که چی کننش رمز است قیچی فواد بفرمایید پلاس دخانه دارین پلاس پلاس پاسورد چی است رمز چی است کل دوستان میبینن چکش نه نه فهمیدین خب میریم به طرف راست موی شانه نه پلاس امرهای موی خیاطی رمز چی است موی خیاطی قیچی گرفته بودم میرم میخواستم منتظر بودم گرفتنش پاسورد یا رمز بعدی که سوم است اینا شما شکل بگیرین که وانا بینن و شما پولفایل تا نبینه ببینیم که کدام تیم آل برنده میشه اینا یک لغت بگوین که پیدا کنن از طرف میدی شروع میکنیم بفرمایید رمز است ماست شیر چی؟ شیر چی کده شیر؟ شیر گاو گاو نشد فرمایید چما آخ شیر گاو میشه که از گاو باشه چکنی چکنی آچار سرکه نه فرمایید شما باز مدد شما لغت دیگه سفید سفید پنیر؟ نه خواه شما بگین یک لغت یک لغت خواه اینا چند چیز شده نه پنیر شده چکنی شد گل شد سفید شد اینا شما چمه پاسورد دوستان میبینن رمز میبینن سعی کنین که چقدر سخت از ما رزیاد پیدایش کنین چه چیز ساده است بفرمایین تریم ناشتا نیست لکن یه تو لغت دادیم که شباید به چیز خاص دیگه نداره آچار آچار بشینین نگه تاسو خود ترشی گفتم پیشتر خود نشد دیگه آچار نشد دیگه نیست خب بینید خیلی شما بفرمایید خوردن لبنیات نه نه آخرین چانس به این طرف میتیم شیر شد ترشی شد نه نه آخرین چانس به این طرف میتیم نقل نتیم بفرمایید آخرین چانس است. باز من میگم که چی هستی. کل دوستان میبینن سعی کنم پیدا کنم. خوی چند لغت های دیگر گفتیم. آچار. سفید بود. گاو بود. گاو شیر بود. شیر بود. که کلش کنکشن داره. آچار بود. آچار بود. کلش کنکشن دیگه هم بسته هم اصلا. بفرمایی؟ بدنان خورده میشه. پیشنان. کتنان. کاسه چقر. کاسه چخور بفرمایید صحیح شده یا کاسه چخور کروالای نقل هسته کاسه به خنده مرا کشتی خب بفرمایید کاسه چخور مربا مربا مرک نتاسته هر دو تیم یک رقم ناکام ماندن دوستا که به اندازه و این پاسورد سعی کنید چی هست ماست شیر گاو سفید کاسه چخور آچار آچار اینا رو ببینیم که کی اینا میره جواب میده و هر کسی زودتر جواب داد برنده است و میایم اول از طرف شما فواد بودیم ما قنقشی دلم از بکنم و بچه ها دخترهای نمیتونستن که صحیح جمله را نقل بتن بفرمایید نبینن همکارتان بریم حامیدین از طرف است یا از دیگه از طرف فواد است بفرمایید فواد یک لغت رمز است توت درخت درخت بگوین چی است سیب نه نه خواه شما بفرمایید پغمان پغمان بلانه سرسبزی نه نه نشد بفرمایید نزدیک بود ولی هیچ طرف نزدیک بود طرف نزدیک بود بفرمایید او درخت گفت خواه برگ برگ بسیار خوب خوب است نزدیک است چی است رمز چی است بگوین که دوستا میاله چیز داره این زخانه های خود گلغندی گلغندی تر والا این شما فهمه فهمه این رمز هایی بیان گلغندی را بیانه خب خیلی بفرمایید شما بگوین این صحیح بگوین بگوین
آه دقیق باش که پسان این رمز رو بگیم چی هست که یا گلگوندی، پرمان و درخت برد مطابق نزدیک کرده برن دوخ دوخ دو آ سبزی؟ نه، نشد بگو این شما آخرین چانس شماست باز آخرین چانس ایت یک چیز میگم برات که باید تو رو بفهمی اگه در افغانستان کمک معلومات داشته باشی اگه نفهمی در رقم اختار دادی کدام کدام هم تیمی تا اختار میشی این رقم هم تیمی چی را ضعیفه چی کنم بفرمایید پاتو پاتو یک لغت میله من فهمیدم نشد تکاندن توت بشک والا نه نقل خیزات دادی تا بیا خیر باشه بشک بس پس جایزه سارالی بود ما برای ده پاین گرفتن تیم طرف دست راست تیم دست چپ برنده ناکام ماندین خود انجینیر باز ناکام ماندی بسیار چی نیست یک انجینیر باید بسیار تیز باشه تیز هستم خیلی داده کسا بونه کاسه چقار بسیار جالب بوده این پاسپورت خب بریم به دوستایی که در بخش هموطن ده ها پیام روان کردن به نوبت پیام های شما دوستا نشر خواهد شد اما حوصله کنین که ما بخاطر که تعداد زیاد است همینطور به ترتیب نشر میشن و بریم به اولین پیام و اولین هموطن ما که از کجا در بخش هموطن لطف کردن و پیام روان کردن علیکم و رحمت الله و برکاته حفظ جان محمدی او قیس جان چې تاسو دواړه در اپیژنم چې په افغانستان کې مو فعالیتونه درلودل او نور تاسو هم کاران ته ویار کوم چې حفظ جان محمدی یو ځوان د افغانستان دی چې په خارج کې و د هیواد څخه بهر تللی او غلط هم د خپل فعالیتونه یې پرېښودلې نه دي او خپل فعالیتو ته یې ادامه ورکړې ده ماشاءالله خیر اوسئ ډېره مننه تشکر دوستم از ایران بود گپ جمع گپ امیدوارم همتون جور صحتمند سرحال باشید شفیق صدیقی هستم از شهر هامبورگ جرمنی یک سلام خاص تقدیم میکنم خدمت حفیظ جان محمدی امیدوارم همتون جور صحتمند سرحال باشید ما همیشه بیننده برنامه های زیبایتان هستیم تشکر بسیار زیاد و خوش لطف کردید سلام حفیظ جان محمدی همیشه برنامه خوبت دنبال میکنیم گپ جمع گپ گپ جمع گپ ما از جرمنی داره صحبت میکنیم زنده باشه محبت کردیم سلام من زینب هستم و این خور خورترکم هست صدف جان ما از لندن هستیم زیاد خوش شد پروگرام گپ جمع گپ و کل افغان را دوست داریم خدا حافظ سلام مقبول سلام وطن دار عزیز مدام یار کریمی هست و در کشور کانادا زندگی می کنم سلام دوست عزیز من دینش رمی هستم در کشور کانادا زندگی می کنم در برنامه گپ جمع گپ گپ ها و قصه های وطنی گوش کنید سویدن سویدن یا سودان سویدن سودان سویدن 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 زنده باشین سلام حفیظ جان و شما و همکاران شما و فواز جان تشکر میکنیم از برنامه زبا شما گب جمع گب بخیر باشین سلام هم چطور بشیم از گب زن This is Surashanki Mir from Australia, Melbourne. This is my twin sister and that's brother. I'd like to watch you guys' program which is called Gap Jama Gap in Persian. And I'd like to watch it every week with my parents. سلام نامنیاش استشکر برنامه خیلی خوب زنده باشین سلام حفیظ جان محمدی سلام به خودتان سلام به همکارای دست راستتان سلام به همکارای دست چپتان سلام به مکاکاری که شیرین نباده که در دست راستتان نشسته گپکای خوب هم تو وطنی گپکای هم تو خوب مقبول میزنه زنده باشین خدا یار همه گید شما دیگه سلیم نظم آمه هستم یک تن از علاقمندای برنامه دیدار وطندار و برنامه گپ جمع گپ زنده باشی بسیار یک برنامه زیبا بسیار یک برنامه مقبول یک برنامه حفیظ جان محمدی برنامه ما رو به یاد خاطرهای برنامه چیز دانیوشه 7 سال پیش نگاه میکردیم برنامه قاب گفتگو این برنامه گپ جمع گپ عین شکل همون برنامه همون مهمانای عزیزتان همون مهمانایی که میامدم همون قصه‌گک‌ها و همون گپک‌های وطنی
اگر ما را در یاد برنامه قاب گفتگو برده برنامه گپ جمع گپ سلام بسیار یک برنامه عالی دیگه ما از طریق برنامه شما هر کسی که ما را میبینه سلام به همه افغانایی که در جای مسافر هستند در جای که هستند من خودم هم در کشور ایران مسافر هستم السلام علیکم و رحمت الله و برکات زنده باشه سلام به تیم گپ جمع گپ امروز سالگرد عید سالگی ماست و آرزوی خوشی و خوبی به همگی تان دارم بشک تبریک تبریک سالگرد تان تبریک عفی جان اینا برادر خوردم هستن برادر میلی جان هستن 18 ساله شد اگر سالگردش از همینجا برشان تبریکی میگم شما فرانسه هستن سالگرد هم تبریک هادی جان هست از کشور فرانسه بالا. برادرش کم بود. هنیوز من برادرش کم بود. نام خدا زیاد است برادرها. نام خدا. زندگی امریکا نیمتر است که نام خودشان یک چند دقیقه باید چند دقیقه مکی هست زنده کجا هستم. و در فرانسه هستم. بلا فرانسه شهر بزنسون هستم. بسیار خوب. شهرشان گفتن. آنها دیگه همینجا زندگی میکنن. دوستایی که علاقه من هستن که بفرستن پیامای خود شماره ما 916-06-0989 در پردای تلویزیون شما است در واتساپ ما رو پیدا کنید و ویدیوهایتان رو بفرستین و در کنارش اگر دوستایی که علاقمند هستن بیان برنامه گپ جمع گپ از نزدیک ببینن به می شماره با تماس شوین و بیننده ما یا زمی خود تالار امرای ما باشین و یک چند لحظه بر شما خوش بگذره خاطره شود بسیار تشکر و دوستا ما مهمانای بسیار عزیزی هم داریم در این برنامه که مهمان ویژه ما یکی از خانمای بسیار فعال است که بعد از این وقفه میان و صحبت های زیاد را خواهد داشتیم. بله دوستان دوباره خوش آمدیم به ادامه برنامه گپ جمع گپ. قبل از اینکه مهمان ویژه را بخواهیم دوستان تشکر از تالارهای عروسی تاون اند کانتری به خاطر از اینکه تالار زیبای خود را به اختیار ما دادن. تاون اند کانتری عروسی های مجلل و مهمان ما دوستان یک بخش جدید بازم داریم به نام ما هر صبح ما با خواندن این قرآن شریف آغاز میکنم. حال دیگه باید روز خودش شروع بکنم، طرف وظیفه روان هستم. ساعتم 6 بجه صبح. دیگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود. حال در وظیفه خود در شفاخانه اول خود رسیدم. حال آماده شفت دوم و شفاخانه دوم خود هستم، ولی پیش از رفتن باید نان بخورم که نان مام در کل سبزیجات میباشه و ساعتم از 2 بجه روز. راستش من در این وظیفه خودم سر خود افتخار میکنم و ای که من در این وظیفه خورده کلشان هستم و یگانه مهاجر هستم که اینجا کار میکنم. اینجا من در امریکن ریور کالج هستم، در صنف بیولوژی دارم اینجا شروع میشه و خانه آمدم درس خواندم و دو صنف دیگه ایم که آنلاین هستن به اونام باید میرسیدم. فعلا به امید دیدارتان. بله بخش جدید ما استعداد افغان و مهمان ما دختر افغان است که در مکتب از صنف اول تا صنف 12 اول نمره بوده. 6 سال میشه که در آمریکا زندگی میکنه. علاقه شدید به طب داره. به همون خاطر 4 فاکولته را در اینجا یا 4 کالج در اینجا همزمان خواند تا که با 15 طب راه پیدا کنه. در 2 شفاخانه هم کار میکنه. حالا هم در میان 14,000 نفر که امتحان داده بود به یکی از پانتونای بسیار معتبره به نام یو سی دیویس تانسته که در اونجا به 15 طب هم 15 دلخواهش کامیاب شود. بله دوستان مهمان ما بانو شراره محمدی است. افتخارشان کف بزنید. سلام سلام شراره جان خوب هستین؟ بفرماییم. خوب است انشاءالله ساعتان خوب است. شکر افیز جان خند. شراره جان هستن. حالا من که در بارجه خواندم این سرتیفیکت ها رو ببینین ای چندین جای درس خواندن نام خدا اینقدر فعال که به اندازه انشاءالله زندگی به خیر میگذره وقت به خیر میگذره. به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. سلام افیز جان خند بر شما و همکارای عزیزتان اینجا و تمام بیننده های ما و کسایی که اینجا تشریف دارن. شکر خوب هستم شما خوب هستین. زنده باشین. بسیار خوشحال شدیم که شما رو داریم. این بخش ما به نام استعداد افغان است و واقعا که طوری که درباره شهرار جان شما در شروع برتون گفتم که چندین جای کار چندین جای درس عالم در 15 طب کامیاب شدن در طب کامیاب شدن در یو سی دیویس یکی از پانتونای معتبر. تبریک باشه این کامیابیتان.
شکر سلامت باشین حفیظ جان خان. قسمی که خودم میفهمیم در امریکا درس خواندن حسین را یافتن در اوپنتونا بسیار مشکل است. راستش سخت است. خب دیگه وقتی به یک چیز علاقه زیاد داشته باشی حسین بتب دیگه کامیاب شدم بعد از کوشش های زیاد. در خانه برای چی گفتن؟ بسیار خوش شدن. خودم خب وقت نتیجه می دیدم گریان کردم دیگه. درو والا. اوپنتونم جای گریان داره حفیظ جان. و جالبی دیگه است که با 5 یونیورسیتی کامیاب شدن شرار جان. با 5 یونیورسیتی اپلای کرده بودن، با 5 پانتون اپلای کرده بودن یا درخواست داده بودن که بر 5ش کامیاب شدین؟ آه با تمامش کامیاب شدم. کلاگی میفهمه که در امریکا یو سی دیویس یکی از تاپ ترین یونیورسیتی ها در بخش طبابت است. دیگه من میخواستم دمی کامیاب شدم. بعد از 3 سال رفتن در کالج که در 4 کالج رفتم دیگه بالاخره تونستم در دیویس کامیاب شوم. کونام از بین 14000 شاگرد فقط 17%شان میگیرن. که بسیار خوشحال هستم دیگه کنجا کامیاب شدیم. من رفتم به خاطرات از این روزا. ببین دوستا کل پارچای خدا دخترها بودید با سلیقه و لایقه خدا، من پارچای از صنف اول ما در کجا مانده ما زیادم رفته کدام جای منتها ای اینا ببینین که عمو تو پوشکایی که در سابق یادتان است میکردین افغانستان اینا زمین ببینیم که صنف چند است. صنف اول تا صنف 12 کل ور چای خدا ما آورده در کلش اول نمره بوده. این اینجا اول صنف ما صنف پنجم ب اینا صنف 5 مکمل اول نمره اونم قسم اگر بریم بالا بریم اینه دیگه صنف 4 اول نمره. من یعنی پارچه ها پشت زیاد دقش داده بودم از خاطر من میخواییم کل پارچه ها نشان بدم اما نگاه کردن آفرینتان. یعنی صنف دوم جیم است که این اول به خانه باز چقدر نازت میدادن دیگه هر کدام از این شیرنی از من خود چهار نیما دایم پارچیم گم میشد بخاطر این ناکامی میبود نی چند حلقه سرخم به این طرف در خانه تو با سرستاز من داختم پارچیم استاز دبایم گم شدم هاتو کجاست اینه کلش اول ماما خدا بسیار عالی است. یاد از این پارچه ها بخیر خود چلو چند میشید اصلا من نوم دوم بودم در واقعتش دیگر چهار نیما بسیار به سختی کامیم اکثر وقت در چهار نیما ناکام میشدم و حسین جان چیزا رو پوش های پارچه شرار جان دیدم خاطرات مکتب تازه شد میرفتی دکان به دکان میگشتی تا کمی پوش خوب پیدا کنی بازور گرفته میامدی که در تیپ شکسته بیا. ما سه اوم نمره فارغ شدم از مکتب و واقعا بخصوص امی سالهای آخر مکتب ما بسیار کوشش میکردم به درس و واقعا مفی جان امی دختر خانم ها از بچه ها که در لایق هستن ما رفتیم جنگ نه دیگه خودتان طرفدار شدید زیادتن در های سکول خصوصا تا به صنف 12 زیادتر نمرای دختر ها از بچه ها که در بالا می باشه. این باز متاسفانه چی علت داره؟ ای علت چی است که دختر ها زیاد کوشش میکنن بچه ها کسی در این نوجوانی و یا کمک بیتفاوت میشن دختر ها زیاد هم مشکل میشن. شراره جان شما 4 جای درس میخوانین 2 جای کار میکنین در 2 شفاخانه نام خدا چقدر پر انرژی هستین شما. سرتان فشار نمیه؟ فشار خوب یازم میایه یک دفعه واضح از خب دیگه خاطر از اینکه من کارم خوش دارم در شفاخانه امرای مریضا به بسیاری مردم شاید خسته کن باشه ولی به من خوب است به خاطر رشته ایم است و همه روزه علاقه دارن اکسپریانس میگیرم از خاطر خوش هستم. خب شرار جان از فامیل ما بگوین که چند نفر هستین در فامیل همگی مثل خودت وارد مصروف هستن در چند جای دکتر هستن یا رشته های مختلف میخوانن در فامیل راست شو بگویم برام فامیل دکترها مشهور هستیم. خب مثل ما ور مصروف نیستن به خاطر کلانشان من هستم دیگه از او خاطر من کالج یونیورسیتی یا وظایف را که دارم اونا ندارن. خب بازم شاید یک چند ساله باشید کلانشان کلان چند نفر هستیم در فامیل؟ در فامیل 7 نفر هستیم پدر جانم مادر جانم 4 خواهر هستیم یک برادر دارم. کلشان طب کامیاب شدن یا گزین دکتر هستن؟ دکتر هستن رشته ایشان هست. خورم که بعد از من اسیستنت دکتر دندان است دیگرش امیرشته را میخوانه میخواه یک بزنس خود داشته باشه دکتر دندان شده و دخوار دیگه و بیادرمونا میخواین که دکتر مغز شوند دیگر ولی در کل کلا ما میخواییم دکتر شویم. شورا جان در فامیلای شما کسی دکتر بود مثلا پدر کلان کاکا ماما؟ آها فامیل ما پدر کلانم دکتر بود. نه نگو دیگه. دیگه ها دکترا داریم. و این رقم درس ها رو که خواندی و جای خوب کامیاب شدی خود دستاوردهای خوب داری. و خیالم تنها درس میخوری. دیگه چی نمیکنی؟ درس داری. شبو گویم دم 24 ساعت که شبانه روز است. ما اگم 4 ساعت شخاب کنم 20 ساعت دیگه کلش درس است. کلش درس میخوانم تا شفاخانه که میرم بک کار کردن.
تایم بریکم لانچم یا هر چی که هست و کلش در درس خواندن کارخانگی هم است. دیگر ها مثلا نیم ساعت ما لانج داریم ده او میرن نان خوردن من کارخانگی هم میکنم. یعنی میبینین یو سی دیویس که ورق روان کرده که شما قبول شدین. یاد از اون وقتا بخیر که ما امتحان کنکور میدادیم و منتظر میبودیم که دمی نامه نتایج اعلام شد. شب تا صبح خواب ما نمیبرد. آه والا. دیگه نتایج شارورا جان پشت خانه جان آمده. ای بسیار خوبی جز. آبا خیر اول خوب باید دکتر شوم که او هم بسیار طولانی هنوز مانده حداقلش 7 سال دیگه مانده. بعد از او بخیر تصمیم دارم شفاخانه خدا وا کنم. قسمی که یادآور شدم خور بیادرم خوب یاد کلشان نام خدا دکترها هستن. در عین وا کردن شفاخانه خود هستم. اینجا به نام assisted living میگن که ای مردمایی که اینجا سنشان بالا میره و اولادشون نگاهشون نمیکنه در خانه باز تو یک شفاخانه وا میکنم. باز ما رو در رسپشن میگیرین یا نه اینجا کار؟ در رسپشن اینا میگیرین والله یک مریض بیاد. میگه ما یو سارنگ به شکلی که باز مفت باش مفت کار کنی دیگه دکتر از خود هستی خدا در چهره سالمندا میزنه میک میک میکنه اموج زندگی اموج زندگی میکنه نو نو مفت میشه عزیز زحماتی که میکشی به این فکر هستی که یک روز انشالله پس به افغانستان اگر برگشتی از این استفاده کنی؟ چرا نه حتما به خاطر افغانستان جایی است که تولد شده ایم کلان شده ایم از همونجا آغاز کردیم دیگه اگر پوازی است انشالله اگر فرصتش باشه و بتانم برام پس شاید یکم بهتر شوه و خیلی در سال خلاص کنم حتما باید به وطن خدمت کنیم اگه فکر میکنم سرکار ما از طرف وطن ما یک قرض است که باید وقتی اینجا درس خود خلاص میکنیم به وطن خود بریم و کمک کنیم داینس بدون شک خانه یا شفاخانه شفاخانه در قدر کار باشن در خانه نیستیم خیلی دیگر همونجا بیخی بستر شانه نان دلتان میشه در شفاخانه عادت کردیم اولا سخت بود حالا عادت کردیم چی در رقم مریض شما میبینین نه خب بله. اما طبعا سر رویاتم تاثیر میکنه دکترها چقدر روی بلند باید داشته باشند بله بسیار زیاد یک مریض من در پشتی بسیار وضعیتش خراب بود و میبیت قلبش نمیزد و من مجبور شدم برش سی پی آر بتم و دستم ماکم گرفته بود اما تو گریان داشت مرا میگاف از یک چیز میخوایم که امی مرا نجات بده و نمان بمرم من هنوز جوان هستم به مردن دونت روزا دیگه واقعا نان دل آدم نمیشه به خاطر بخوای نخوای انسان هستیم تاثیر میکنه روح انسان تاثیر ولی غیر از اینکه اتفاقات بیفته اگر روز نرمال رگولر باشه نان دل میشه نان دل میشه و دیگه چقدر دل سخت یک دکتر داشته باشه بسیار ما دیگه باید دل ما سنگ باشه سوال گزینه دیگه درس یا تفریح درس جوابی بخی برعکس دیگه راست میگین است فیسبوک خکونه شده فیسبوک یا اینستاگرام اینستاگرام خوب است. شرار جان نام خدا بسیار زیاد هم تا یک اخلاق اجتماعی داره که تو ما و دیانا جان وقت خورخونده شد. خیلی موزیاد صمیمی شدیم. بلا اینال اینو بگیم. دیانا جان من چم انجینیر دکتر جور نمیم. نه جور می آیم. خیر از دکتر سیاست بردار انجینیر دکتر با هم نامزاد میشن. دوستم میشه. خب اینال ایره بگوین شراره عزیز که باز از ما فیس میگیرن نمیگیرن از ما و دیانا جان. نه شما خورخونده هم هستین. تکفیس بلند از یا بگی که دامر قبضا شما نکفیس جا کنم بلدنگش را بخرم بلدنگ هم بفروش افیس دادانه تانا بعض دکتر را میرخم میکنن در امریکا قیمتی ترین دکتر در امریکا کدام دکتر است که فیس بسیار بلند میگه خودم دکتر قلب است دکتر قلب است از دکتر مخصوص از خود خود اگر نام خدا 7 سال 6 سال باید بخانیش که باز باز از فیس ها را بگیرینه دیگه بعد از اینکه یونیورسیتی را خلاص میکنیم 5 سال دیگه باید بخانیم امترنینگ ها در خود شفخانه و اینا باشه تا بتانیم به اون ماشه حال دفتن دیگه سر صبح شروع نگنیم مکامیاب شدیم بیا که ماینه کنیم شما از این فضای مکتب و از این بیرون و از این چیزا چی میگن که مو فامیلا هم دلشان جمع شوه شما چطور همی مراحل پیش رفتین و همی محیط های مختلف تانستین که مدیریت کنین اینجا خب بسیار سخت است ولی خود آدم که قوی باشه خود آدم که فکرش فقط در درسش، در آیندهش، در کار و زندگیش باشه از اون چیزها میتونه به خیلی چشم خود پد بکنه و فقط فکر خود در آینده خود بگیره 100% ارتباط به فامیل میگیره و من پیشترم خودم یادآور شدم که اولش به خودم دلیل که من به جایی که رسیدیم هستم پدر مادرم است ولی در پالویش دخترام خودشان باید مرد باشن قوی باشن و خودشان باید بفهمن که چه قسم خودشان خود حمایت بکنن و خودشان خود بسازن شما چون که دو شفخانه کار میکنین سر کارتان با طب و یا شده همه وقت درسان خودین نام خدا به 15 طب هم کامیاب شدین و می کسایی که همیال میبینن همه مریضا رو شما میبینن روزمره چی کنن یک چند نکته سیر اگه بگوین که دوستان برو مراد کنن که صدمن باشن ما افغانا
گاهی پای ما درد میکنه، گاهی معده ما درد میکنه، گاهی اعصاب ما خراب است، گاهی سر ما درد میکنه. یه روز جوری ندیدم که امروز جور باشیم دندان ما درد میکنه. خود چی میگی واقعا چی کنن؟ چند نکته سی به نظر ما خنکات زیاد است و نظر به رسرچ که ما کردیم 13 نکته مهم است که تمام دکترها ما را پیشنهاد میکنه، ولی سه نکته شما میخوام یادآور شوم که مهمتر از همه ورزش بکنن، به خاطر همین ورزش است که جریان و سرکولیشن خون در کل بدنشان کنترل میکنه. دقیق. دوم باید از آب سالم زیاد مصرف بکنن، یعنی آب باید از این بوتل خورده و چند بوتل مصرف کنن؟ حداقل 4 بوتل روزانه باید مصرف بکنن. 4 بوتل آب باید 100% مصرف کنن. خب دیگه یک نفر مثلا که می لذت آب گرفت خورده خود دیگه خودش اول 2 بوتل هم نخورده تا حالا. دوم و آخری باید از میوه و سبزیجات زیاد استفاده بکنن. خب این 3 نکته که زیاد کمکشان میکنن. کار و درس تایمایش چی رقم از چه قسم پیش میره؟ یک ویدیو تام دوستا باز دیدن میبینن بخیر. خب فعلا در این سمستر یکمک فرق میکنه به خاطر تمام صنفای من آنلاین است، 4 صنف دارم تمامش آنلاین است و در دو شبخانه که کار میکنم از 6 صبح تا 2 بجه در یکیش کار میکنم. از 6 صبح تا 2 بجه؟ تا 2 بجه. 2 بجه تا 2.5 بجه نانم میخورم، کورم در موتر اینه که درایو میکنم در وظیفه دومم، در مورا نانم میخورم. باز 2.5 بجه شفت دیگه در شبخانه دیگه شروع میشه. از 2.5 تا 11 بجه، 11.5 بجه یگان وقتا که چیزای ایمرجنسی میشه تا 12 بجه شب اونجا میباشم. دیگه خانه که میایم کارخانگی میکنم تا 2 بجه 3 بجه شب و 3 ساعت یا 4 ساعت روزانه خواب میشم. وام در شک است اگر امکان باشه امروز خواب باشی تو در روزی تو سر حال میباشین؟ ما که یک شب اگر بی خواب باشم مثلا در برنامه مصروف میباشم یا ادیت میکنم یا دیگه ما دیگه باز در روز به هیچ عنوان دیگه یک کلمه گپ زدن نمیزنم. شما دیگه هم تو ما والا هم تو بودم وقتی وظیفه دوم گرفتم مردو شک یک جای هندل کردن بسیار سخت است، تمام قسم بود حال دیگه عادت کردیم. علی وظیفه رو از مجبوری گرفتی یا از شوق؟ نه از شوق. با خدا از 6 بجه صبح بود تا 12 بجه شب و هم کار دکترها و نرسا کلش در سر پای است. کسایی که طب میخوانن باید بفهمن یا میفهمن که به خاطر از اینکه بتونن در یونیورسیتی هایی که در طب از کامیاب شوند باید اکسپریانس کاری در شبخانه داشته باشن. تجربه کاری از خاطر ما یکی شخو از مجبوری گرفته و دیگه شما از شب خوش دارم در شبخانه بیرن. پیسه دار است شهرها جان، بسیار پیسه دار است. بسیار تشکر شهرها جان. کدام حرف آخری که دوستایی که میبینن، کدام گپی که باز منطقه نزم در راه جور کردی که این گپ باید آخر بگویم؟ بفرمایید بگویم با کلگی میبینید. بسیار خوشحال هستم که به ما وقت دادین اینجا بیایم. تشکر از دعوتتان، تشکر از وقت دادنتان در برنامه گپ جمع گپ آمدم و گپ زدم. در آخر میخوایم از تشکری از پدرجان و مادرجانم داشته باشم، کسایی که مرا به برکه هستم رساندن. بله. کسایی که تکیه‌گاهم هستن. بشک. کسایی که خود ناتوان کردن تا مرا به توانایی برسانن. بشک. دیگه قدر مادر پدرتان بفهمین، کسایی که مرا بیننده هستن دیگه با گپشان شوین، با گپشان شوین، به خاطر بدون حمایت از اونا همه چیز ناممکن است. هر گپ پدر و مادر یک کتاب است، کتابی که نوشته نشده منتها اون مقدار فایده داره. دلتان به نور لطف خدا منور و روزتان مظفر باد. هموطنای عزیزم خداحافظتان. بله دوستا، استعداد افغان بود و اگر شما علاقمند هستین به بخش به بخش بیاین و استعداد خارق العاده دارین و چیزهای مهارت‌های عالی دارین، استعداد افغان بخشی که ما ساختیم جای شماست. شماره ما 916-906-089. شما روان کنین که یک معلومات و یک بیوگرافی تونه که چی میخواین و چی دارین که باز در برنامه ما شما را در برنامه آینده بخیر در بخش استعداد افغان دعوت کنیم. و مثل شهرجان محمدی که استعداد واقعا استعداد افغان هستن، افتخار میکنیم بالایشان که آمدن امروز، شما مهمان ما باشین و میریم با یک وقفه. یه اون مزاداری هست. هی هی
بسیار زیبا، بسیار مقبول. همین موسیقی از زارگی ما و شما دوستان چی زیبا است. وقتی که میشنوین شما را به یاد از دامنهای سبز وطن میبره، با مو بامیان زیبا، با مو دایکندی زیبا، با مو زیبایی وطن. و مهمان ما در این بخش منصور الهام است. به افتخارش کف بزنید دوستان. منصور جان سلام، خوش آمدید. سلام حافظ جان، ساعتان خوب است، وقت بخیر میگذره. زنده باشین، تشکر. سلام به شما، سلام به فواد جان، دیانه جان، سلام شنون به دوستای دیگه ای که در برنامه هستن و دوستای که در تالار هستن. تشکر. یک ازارگی که فکر کنید پالوی بند امیر در بامیان شیشته امو نظاره را سعی میکنیم و خواندن میخوانیم. حافظ جان آهنگ کمپوزش ازارگی است، در بین ازارگی ها بسیار زیاد شنیده شده، ولی یک مناسبت دارد در حال هوای خود ما که دور وطن هستیم. بفرمایید، بفرمایید. بعد کابل جان. بفرمایید، بفرمایید. بر لبم گل میکند، دل هوای کوچه های شهری کابل میکند، دل هوای کوچه های شهری کابل میکند، خاطراتی با تو بودن های برچی میوزد، در میان فاصله جادی اکل میکند، دل هوای کوچه های شهری کابل میکند. خوابم نازنین، اندکی غم های قلبی من تنزل میکند، دل هوای کوچه های شهری کابل میکند، فراقی تو خمیده چاره نیست، ناسپاسی های دوران را تحمل میکند، دل هوای کوچه های شهری کابل میکند، منصور جان زیبا. تشکر از اینکه آمدین به پروگرام و لطف کردین. دیگه ان شاءالله شما رو می داشته باشیم، دیگه آمادگی های دیگر هم داشته باشیم. خواهش میکنم حافظ جان. بله. خوش شدم که شما رو از نزدیک دیدم یک بار دیگه و تشکر از شما. می خوام یک بینون یک بیننده از شما قدردانی کنم که این تو برنامه تهیه میکنین. باور کن هر باری که در تلویزیون پلی میشه ما احساس میکنیم که برنامه از کابل پخش میشه. زنده باشه. یاد همون خاطرات گذشته تازه میشه. و یک کپی دیگر نگفته نمونه که دوستای عزیز که من هنرمند یا آوازخوان نیستم، تنبوره و یا آلات موسیقی را صرف بخاطر یک سرگرمی انتخاب میکنم. وظیفه خودم یک بخش دیگه از کابل نیست. امی که موسیقی از آرگی را نمیجه در کالیفرنیا در گوشه ما شما می داشته باشیم و می زنده است، این می یک کلان گپ است امی که صدایش می باشه و با مو بامیان و یاد سفر میکنیم این بخی عالی است. بسیار تشکر منصور عزیز که آمدی با پروگرام. زنده باشیم دوستان. میریم یک وقفه، بعد از وقفه یک بخش داریم به نام شوخک. شما دفته گذاشتان دیدین فراموش نکنه یک شوخ دعوت کردیم که خیز می زن نظر طرف به یک طرف.
بخش شوخک است و هی که مهمان ما کی است بیاین کوتاه ببینیم. بله مجید جان حمیدی با ما است. مجید جان سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ چی تو یاد گرفتید؟ نه در خانه بالشتار ماند. بالشتار ماند؟ دولی هم بالشتار شاید تیت کنن و در خانه. مجید جان رقمی خم پلیچ که خودت میکنی ملاق میزنی، اگر من کار کنم استخوان گفتنی به من میمانه. یکی دوم دیگه یک ملاق مدام کلم روم یک ملاق یاد داشتم اونم 4 تا 3 تا 2 تا شک میموندم. بازی رقمی چی میگن ملاق رقمی که ملاق میزنی؟ ملاق های اشتکانه دیگه. کوی اشتکام که چارقوت کنه بانیش یک ملاق میزنه. باز یک ملاق دیگر هم از اون شارخان یاد گرفته بودم. اول که دو تا دست میمانی نی تو که ملاق میزنی. باز فلم دیوانه. از فلم دیوانه. پس مجیب جان میشه که یک حرکت پیش روی میز ما اجرا بدی؟ آه. یک حرکت لایف اجرا کنم اون تا یک چند چیز. میزه شی که سانی تاوان میگره. آقای تم دوشش. این تلویزیون ما شی که سانی تاوان هست سره. قبول داری یا نه؟ خنده که داری هستی؟ مثلا تاوان چه کلان میه؟ خنده هست هست. از اینجا در پیش میز یک دو سه حرکت در این پیش میز انجام بده. صحیح؟ یعنی ببینید که پارکور میکنن و تصویر شدید نال لایو هم ببینید در پیش میز. احتیاط که خود اوگار نکنید. مقصد بیمید مربوط پدرت میشه انشورنس. آه انشورنس مربوط پدر جان هست. آماده؟ انشورنس نداریم. بفرمایید. دارم اگر میگم دیگه نمیشه داخلی همیشه دستر میزه که تخیز بدیم اینجا خودم دادیم نه نکن به افتخار مجیب عزیز یک کف بدنیم اطلاعات تشویق کنین بانین که برن یک ورزش یار انجام بتن اما بسیار معتاد باشین خدا نخواسته ورزش نباشه که عیبی شون دستشان پایشان انگار شود. مجیب جان تشکر زنده باشین دوستا وقفه برز وقفه بازم ادامه برنامه گپ جمع گپ جمع گپ. بله دوستان دیر من دوستانو چه تاسه مونگ سر ملوی خبر جمع خبر اخبارانه تا تاسه ویدیوگان ولگی پیامونه ولگی مونگ ترسیگی او مونگ انشالله چه خبرو که در برنامه وصل باشین چینل هست سبسکرایب کنین ویدیو تازه ما همو در خبرتان میرسه هر یک شنبه وعده ما شما به گپ جمع گپ هست و هر چهار شنبه دیدار وطندار و نظراتتان هم بنویسین که همش بیایه بخیر. خب پلان هفته که روان است چی از برای خودت چی میکنید این هفته؟ از من دیگه امتحانای سالانه وارد دیگه امتحانای آخر این سمستر است و خیر دیگه هفته گزنده بر اومدم باز بخیر رخصتی میرم یک نظر سر سخت تمام میشه که مگه گزنده بر گزنده بر جنگ میرم نه سخت خود درس ها سخت است اما کوشش کرده آمادگی گرفتیم بخیر یک دفعه نقل میکنی نه خدا نکنه استادای ما این رقم بدکار است که هم تسونش ببینی و لاغ دلت به می نقل شوق راست میگن این شوخی میکنم سخت است اما بخیر امی هفته بخیر تیر شوه تا آخر انجینری رو آدم تره کده آینه که ذرابیندار باید ببینه مویایم سفید چشما بر دوستایی که در جرمنی هستن در آمبورگ و هانوور و شهراک هستن یک سه جمله که آلمانی بگو که بگو که کامنتاتون رو بانین برنامه گپ جمع گپ ببینین که ما همراه باشین ویدیوتون روان کنین افغانا که اینجا هستن بسیار خوب بگین بفرمایید ماین لیبن افغانن ان دوتشلند seid immer gespannt auf unserem Programm Gap Jammer Gap und vergesst ja nicht Kommentare zu hinterlassen und unsere Video zu liken. آه کامنتاتون رو بانین امی آخرش هم فهمیدم و دوستایی که از جرمنی بیننده هستن خدا کنه خوش و آرام باشین بسیاری احمدانای ما افغانای ما از جرمنی بیننده هستن دوستا اگر شما اعلان تجارتی داشتین همچنان با ما به تماس شوین اگر میخواستین جورش کنیم و نشرش کنیم هر دویشه و اگر برندینگ داشتین برای بزنستان نو بزنس شروع کردین بزنس کارت بروشر چیزا رو کار داشتین و همچنان عروسی ها کلش در خدمت شما هستیم در اچ میدیا گروپ تا برنامه آینده خداوند یار و مددگارتان همدلی از هم زمانی بهتر است با مان خدا خوشی و لبخند با HM Production این برنامه با سپانسر و حمایت مالی
سیرل فون اکسسوریز اند رپیر برای شما تقدیم کردید.